کسی در خانه خود به عزت و حرمت زن و خانوادش نعوذ و بلا کسی را گیر کرده او را به قتل رسانده میتونه یا نه خوشچانس برنامه ما به نام عبدالقهار بوده پرسان کردن که البته از قضای روزگار در اثر اغوای شیطانی لعین یک پسر با یک دختر مسلمان در کار غلط واقع می شود بعد از آن با هم ازدواج می کنند پرسش اینجاست که آیا گناه زنا ساقط می شود یا خیر برادر ما پرسان کردن که نصاب قربانی چقدر است آجی قاری سوی پرسان کردن که دخترای نامزاد اشتاد از آروپر تلا دارن آیا قربانی سرشان میشه یا نمیشه و الصلاة علی رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمت همه برادران و خواهرانی که در هر گوشه که هستن و صدای ما را میشنوند همیش در برنامه ها با ما هستند امیدوار هستم که لباس عافیت بتن داشته باشند با امید فضای امن و امان و اتحاد وحدت و اجرای نظام الله در سرزمین الله الله رب العالمین همه را در امان خود داشته باشن الا به حالت ملت مظلوم افغانستان فلسطین و عالم اسلامی رحم بفرماید یا الهی اتحاد وحدت آرامش صحت مندی برادری انسان دوستی در چوکات نظام اسلام نصیب همه ملت های مسلمان بگردم خوشحال هستم در برنامه پرسش و پاسخ اسلامی و فقهی باز هم در اختیار شما و حضور شما قرار دارم خوششانس برنامه ما به نام عبدالقهار بوده پرسان کردن که البته از قضای روزگار در اثر اغوای شیطان لعین یک پسر با یک دختر مسلمان در کار غلط واقع می شود بعد از آن با هم ازدواج می کنند پرسش اینجاست که آیا گناه زنا ساقط می شود یا خیر در این داستا آنچه را که از در روشنایی قرآن و نصوص رسول گرامی صلی الله علیه وسلم با خود دارم ایس زمانی که انسان ها در گناه های کبیره واقع می شوند یک گزینه توبه هست توبه به امو اصولی که شریعت گفت از گذشته پشیمان شدن با عزمی متین در آینده عود نکردن و به این دوام دادن هی گزینش است گزینه دوم ای است که او را حکم پروردگار و الله را از آدرس نظام بالای از او جاری کردن خودش خوده به نظام تسلیم کنه و هرچی که نظام اسلامی بالای از او جاری کرد اما در اینجا که بعد از زنا ازدواج کردن با هم عقد نیکا از اسباب بخشش گناه او نیست عقد نیکا از اسباب بخشش گناه او نیست لذا باز هم دروازه در توبه به روی همه باز است فعلا هم گزینه امیز به قضا و محاکم اسلامی مراجعه نکنه و می سطری را که الله نصیبش کرده شکران کنه و دروازه توبه برویشان باز است سال دومشان اندکی پر پیچ و خم است سآل دومی ایست کسی در خان خود به عزت و حرمت زن و خانوادیش نعوض بالله کسی را گیر کرده اوره به قتل رسانده میتانه یا نه در این راستا در کتاب امام مسلم رحمةالله علیه باب الدلیل علی ان, ان من قصد اخذ مال غیرهی ب غیر حقین باب مستقل دارد کسی که به خاطر مال و جان کسی به خانه کسی حمله میکنه او چه کاری ره انجام دهد و در عین حال حدیث صحیحین بخاری و مسلم است صحابه از رسول معظم اسلام صلی اللهعلیه وسلم پرسان میکن لو رأیت رجلا مع امرعتی فرزا فرزا اگر کسی را با خانمش گیر کنه له ضربته بسیف هر آینه بلا درنگ به شمشیر باید سرش استن جدا شود بعد از оن قصه به رسول گرامی صلى الله علیه وسلم رسید پیامبرم صلی الله علیه و سلام در ارشاد و بیانش فرمود که اتعجبون من غیرت سعد این صحابی سعد نام داشت آیا از غیرت شما تعجب میکنین فالله انا اغیر منهو والله اغیر منی قسم به الله که من از ایشان با غیرتم الله از کل ما از من و از همه بی غیرت هم. با غیرتم فوالله لا انا اغير منه والله اغير مني سبحان الله من ساد باغيره تَرَمْ وَأَلَّا الله از من باغيرتس من اجل غيره الله حرم الفواحش ما ظهر ظهر منها وما وطن به خاطر غیرت الله است که فحاش فحاشی و فواحش را کاملا حرام اعلان کرده این می غیرت الله را بلذت است ای بحث امی بحث است و در عین حال در کتاب امام مسلم کسی دیگری پرسان میکنه از رسول معظم این وجدت تو معمرات نعوذ بالله اگر با خانوادیم کسی را گیر کنم ا اهمله حتی اتی ب اربعة شهدا آیا مهلت دهم بروم دنبال چهار شاهد قال نعم رسول صلى الله عليه وسلم فرمود کی بلی در اصول تخصص افتا ما یک چند اصل داریم یک اصل ایست آیا فتوا دادن از بطن بخاری و مسلم به ملت ها درست است یا نادرست جناب شیخ الاسلام حافظ ابن قیم جوزیه رحمت الله علی در کتابش اعلام موقعین اصول و قواعد تخصص فقه میفرماید سه نظریه است یک نظریه میگه که از نصوص از قرآن و حدیث فتوا دادن ممنوع است زیرا در قرآن و حدیث در نصوص گهی عامی هست که مخصص داره مطلق هست که مقید داره منسوخی هست که ناسخ داره هر کس از بطن کتاب حدیث فتوا ندهد دوم نظریه است که نه مانند صحابه کرام رضوان الله علیهم یک حدیث به دیگه شان میگفتن او عمل می کردن فتوا می دادن تحقیق دیگری نداشتن ولی در ادامه میگه نظری بر حق و ثواب سیومیست و امیز که کسایی که اهلیت معرفت فرو و قواعد اصول شرعی و قواعد و اصول شرعی داشته باشن اونا فتوا می دادن اینا ما حدیث بخاری مسلم خدمت شما عرض کردم مسئله فهمیدنش در قصه سعد جناب رسول گرامی صلی الله علیه و سلام گفت که ای غیرت نیست ای غیرت نیست که آنان و شمشیر سرستان جدا شود زیرا چون امر الله نیست در حالی که کار الله کار غیرت است غیرت ها محمود است تا زمانی که در چوکات شریعت باش حدیث امام مسلم که صحابه پرسان کرد که, که ما ای بسیار استبعاد است وضعیت ناهنجار را پشت سر گذاشتن دنبال چهار شاهد رفتن تا آمدن خو قضیه به نقطه پایانی خود می رسد. با آن هم پیامبر میگه بلی همچنین است حال صدور افتا از این احادیث جان موضوع چیست جناب ابن عابدین شامی رحمت الله علیه و ابوبکر جساس مرد فقیه در نظام قرآنی کریم می فرماید باید موضوع تنقیه شود تنقیه موضوع است عزیزان من هرگاه که اگر سر عین عمل باش ولو در عین عمل باشه حکم قضا باید در نظر گرفته شود زیرا در نظام اسلامی ما قضا و محاکم داریم مفتی داریم وظایفی را که مفتی انجام میدی حد جداست از قضا و محاکم جداست بنا ان مجرم را به سزا رسانیدن کاری همه نیست زیرا در اسلام نظام از قضا از اصول از مرجع است هر چیز از دروازه خودش لذا به نباید انسان ها اقدام کن و در صورتی که عین عمل نباش بلکه از عین عمل برگشتن در همچون موارد کشتن خو کاملا ممنوع است اما اگر ما خو گفتیم که در عین عمل نباید این کار صورت بگیره چون نظام قواعد اصول اسلام همین است آمدیم که اگر در اثر عصبانیت فرصت صبر و حوصله مندی به پایان رسید اقدام کرد چی میشه و این دو شخصیتی که نام گرفتیم میگه قصاص و دیت بالای او نمی نه ای خونش هدر میش چنانچه در حدیث مسلم میگه از صحابه پرسان میکن از رسول گرامی اینجا رجل یرید و اخذ مالی اگر کسی آمد و اراده داره مال ما را بگیره قال لا تعطیه گفت قال إن رأيت قاتلني قال قاتله قلت أجر من جدال قتال كرد قلت ما ماذا شو قال أرأيتني إن قتلني قلت أجر مرة بشهادة رسانيد قلت بلي كي تو شهيد استي قلت كي أجر من كشتم گفت هو في النار خونش هدر خونش هدر مي بوده باش إنجا قايدة فقهيس بنام الدفاع بالأخف فالأخف حاصل أميس زمانی کسی به خاطر مال به خاطر عزت می آید به مو آنچه ممکن است دفاع شوه مسئله از بین بردن منطق آخری است مسئله از بین بردنش منطق آخری است در اول مرحله از او کار نگی اگر هیچ راهی نبود مگر این که باید از بین برده شود در غیر آن خودت از بین میبره در آنجا باز گفته اند که این جزای عمل خود برس سه تا سوال داشتی عبدالقهار فکر کن و مرسیش حل شد زیرا دو سوال آخری یکی رفتن به عزت مردم بود دوم امو ساریقی که به عزت مال مردم رفت از نظر احادیث مسلم با در نظر داشتی فقیهان امت اسلامی ما فکر میکنم سوالایتان جوابش شده باشه امیدوار هستم که جواب گرفته باشید با آن هم در اخیر میگم در اسلام قواعد نظام تقسیم بندی قضا و فتوا این یک بحث بسیار با ارزش و با اهمیت است وگرنه هر کس به دلایل ناحق به اتهام محض به گمان محض کسی را از بین میبره از این هرج و مرج قتل و قتال بد امنی و بینظمی بربریت در جامعه امت اسلامی آید به این خاطر به این منظور خیلی سرهزی فکر باید شد برادر ما پرسان کردن که آیا زمانی که بالای کسی که غسل لازم شود عرق از او در لباس میزنه آیا ای عرق مشکل علمی داره یا نداره باز هم به با اساسی که مخاطب من مخاطب قرن بیست و یک است به بعض موارد ما نمیتونیم به اصول ایشان را قناعت دهیم ناگزیر هستیم که گهی گهی داشتههای حکیمانهای ر هم در ارتباط زمیمه کنیم در این راستی امام بخاری رحمةاله علیه و موارد دیگر کتابهای حدیث باب در بیان عرق مسلمان و عرق انسان حرف دارند از جمله رس... ابو حریره ریلهعنه میفرماید روایت بخاری مسلم است ان رسول الله صل الله علیه وسلم لقیه فی بعد طروق المدینه پیمبر علیه السلام و سلام در بعض راه های مدینه باش جناب ابو حریره رضی اللہ عنه ملاقات میکنه و هو جنوبون در حالی که بالای شیخ الاسلام ابی حریره غسل لازم است بعد میگه فنخنستو مینهو فغتسلتو ثم مجیتو الحدیث الاثر میگه من از پیش پیمبر علیه السلام آهستا بیرون شدم و رفتم بعد از آن غسل گرفتم و برگشتم آمدم رسول صلی الله علیه و سلام گفت کجا رفته بودی گفت قضیه از این قرار است در ادامه گفت که مؤمن نجس نمی شود از این حدیث شخصیت های دانشمندان امت اسلامی گفتند ما دو نوع نجاست داریم یکی نجاست حقیقی داریم یکی آلودگی حکمی مانند در نظام و در ادارات دولتی شخص حقیقی و حکمی یک دو واژه و اصطلاح است بدین لحاظ وقتی که آلودگی به بدن به لباس محسوس باشه دقیقا که او به دیگران سرایت میکنه اما بحثی که سر انسانها غسل لازم میشه که باید اندامشان بشوین ایره از نظر تعبیرات اصولی نجاست حکمی میگه نجاست حکمی آلوده نیست بنابراین مردی که بالایش غسل لازم شده و یا زن نان خورده میتونند، آب نوشیده میتونند، با هم خوابیده میتونند خانم طفلش شیر داده میتونند، با هم نشست و برخواست میتونند با کسای مصافحه و دستپرسی میتانند میتونند، چرا؟ نجاست مرعی و حقیقی ندارند که به دیگران سرایت کنند بدین لحاظ از این حدیث بخاری مسلم، فقهان امت اسلامی پاک بودن عرق جنوب ره برداشت کردن خو بمان حافظ ابنو منظر رحمةه علی شخصیتها مهیم و فقه امتاس میگه اجمع عوام اهل العلم به اجماع دانشمندان عامۀ دانشمندان علی ان عرق الجنوب طاهرن عرق جنوب طاهر است کاملا از مفتی بزرگ ابنو عمر و ابنو عباس عایشه ریلهیاهم از این دانشمندان در روشنایی قرآن و سنت پاک بودن عرق جنوب معلوم میگردد برادران و خواهران امت اسلامی بنا به اساس تخصص باید تنایبارات فقه را می گفتم، اما به دلیلی که مسئله روشن دلالت آشکار به مطلب است من ناگزیر شدم که حدیث صحیح را هم خدمت شما عرض کنم چی اسلام زیبا چی برنامه زیبا چی سقف بلند در نظامداری که عرق جنوب هم مستقیما در منشور و مواد دین برنامه مشخص زندگی ماست و گپ دومی که گفت جنوب کسی دیگر دعای شرعی و چفکوف شرعی کنه هیچ مشکل دیده نمی شود سومین سال بعد از ایجاب و قبول و پرداخت بعضی مهر آیا می تواند یک شوهر با نامزادش رمز خانوادگی را انجام دهد در این راستا قضیه بر خانم برمی گردد چرا تا زمانی که مهر پرداخت نمیشه خانم اجازه به شوهر نمیدهد میگه تا زمانی مهرم پرداخت نشود اجازه نیست حقش است اگر اون اجازه دهد اشکال علمی دیده نمی شود و بعد از آن برادر ما پرسان کردن که امام ما صدایش خیلی خفیف و پایان است صف دوم و سوم قرائتشان نمیشنویم آیا نماز ما می شود و یا خیر یکی بحث شدن است که او مربوط میشه به حرکات امام که سجده و رکوع این افعال هست تو قبل از امام نروی میشه اما اگر این قرار باشه که به صورت دوام هیچ قرائات نمیشنوی خب بسیار خرابی میشه بازی این هرگیز از مضمون از از داشته های قرآن تو بهره مند نمیش برادر ما پرسان کردن که نصاب قربانی چقدر است سبحان الله نصاب قربانی را برادر امت اسلامی هر کسی که هستی پرسان کردی اینجا یک بحث بسیار عمیق و علمی هست من می خواهم بسیار کوتاه فشرده هست حسب استعداد مخاطب قرن 21 یک چیزی داشته باش در نظام اسلامی و در صدر اسلام یک سلسله نصاب ها منسوس است نصاب طلا منسوس است نصاب نقره منسوس است نصاب مواشی منسوس است از طلا 20 مسقال هست از نقره 140 مسقال هست و از مواشی معلوم یگانه چیزی که او به سراحت وجود نداره اموال تجارتی است اموالی که برای تجارت در دنیای امروز دیده میشه ایمی مردم چقدر سرمایه داشته باشند که بالایشان قربانی لازم میشه در اینجا یک سلسله تلبیس یا خطایی ها و برداشت ناسالم هم دیده می شود ما بنا با حفظ احترام همه دوستای ما یک دو چند جمله را اشاره کنم در صدر اسلام عزیز یک مسئله بود او ایس یک صد و چهل مسقال نقره ای در اون زمان اگر کسی طلا می خرید بیست مسقال می, می شد اگر 20 مسقال طلا را بردن برده نقره می خرید 140 مسقال می میشد که مو 140 ما 200 درهم میگیم یعنی نرخ 200 درهم با 20 مسقال طلا در صدر اسلام تا خیلی مدت ها با هم مساوی بودن لذا میایم سری مطلب در منابع فقهی میایا که نصاب اموال تجاری را میلتان میلتان که از طلا میگیرین یا میلتان که از نقره میگیرین معنایش ایسکی کی در میان اردو فرق نیست 20 مسقال 140 مسقال 200 درهم 20 مسقال طلا هیچ فرقی نداره از هر کدام می گیره اگر قضایا به سوی فرق رفت که در میان 200 درهم و 20 مسقال طلا در ارزش تفاوت آمد بدین معنا نرخ نقره 200 درهم پایان آمد به تعبیر امروزی و تلا بالا رفت یا عکسش یعنی در صورتی که از مساوی بودن و برابر بودن نصاب به سمت تفاوت رفت منابع دنیای فقهان امام ابی حنیفه رحمت الله علیه می, می فرماید در اینجا باید آنچه به نفع فقرا می انجامد همان را گرفت بعد از آن این الفاظ را خودشان تفسیر می کنند میگویند به نفع فقیر به این معناست اموال تجارتی را اگر از نقره بگیریم به نصاب 200 درهم میرسد اگر از طلا بگیریم بی به بیس نمیرسد اینجا به نفع فقیر همانا دوصد درهم است یا عکسش تفسیر نفع فقیر به داشته های منابع معتمد از هدایه درسی شروع تا جای دیگر اینمیست و در عین حال دار منابع دار منابع که امی فیصله امیس اختیار از خود تاجر است مایلش که از طلا میگیره یا از نقره اما در صورتی که نرخ 200 درهم با 20 مسقال طلا یکسان است در صورتی که تفاوت می آید اتفاقا در صورتی که تفاوت می آید اتفاقا به اتفاق امامان امام ابی حنیفه رحمت علیه از آن چی گرفته میشه که به نفی فقیر است که باز او کمش است لذا حال 20 مسقال طلا تقریبا شاید سیلک افغانی شود یعنی 89 نو گرام 90 نود گرام 91 گرام که اینه نهایتا 90 گرام 90 گرام طلا را که ما با پول روز بسنجیم به تقریبا به سیلک افغانی میره پس نصاب از آدرس طلا میشه سیلک اما اگر از آدرس 200 درهم بگیریم 200 درهم 612 گرام نقره به تحقیق شرفالی تهانوی رحمت الله است شما در اینجا نرخ ثابت را از علمایتان گرفته نمیتانین نرخ ثابت 612 گرام نقره را باید از زرگر فنی گرفته شود در عید رمضان 35 هزار افغانی میشد اما در این اواخر که در یک هفته به این طرف ما آنچه که از دور میشنوم نرخ نفت و گاز و طلا به سطح جهانی متفاوت شده بعد این لحاظ گفته نمیتانم که نساب چه میشه صرف ایقه گفته میتانم که 612 گرام نخره را شما زرگر ارگر پرسانگ ولی تخمینا گفته میتانم که به بس 37000 سی و یا ۳ ۸ کم و بیش شاید برسه بهترین فرمول در این رابطه هم ست که باید ازرگر پرسان شود چرا پرسان شود؟ شد گرام نقره چند میشود د قربان ۳ هزار بود حال نه ۳۷ بگی بیگی ۳ بیگی به این خاطر اینی میشه نصاب قربانی هر که به حد سرمایه داشته باشه زیادی از حاجت اصلی و قرضداریش بالای از او قربانی لازم میشه چی مجرد چه خاندار چی زن چی مرد به این خاطر خدمتی ای را عرض کردم که دوستای ما خطا نشوند امو شنا یکی از شرایط تخصص است با مصطلحات مفتی آشنایی تمام با عرف و عادت محیط و محل و مردمش زمان این دقیقاً چون یک سلسله قضایا داریم که به ثوابت دین بر گرده یک سلسله قضایا داریم که به عادت تغییر میخوره به عادتها گردش میکنه اسلام داشته هایی که ثابت و دائم داره به هیچ دور و زمانی تغییر نمیکنه اما معاملات و داشته هایی که به تغییر زمان تغییر میکنه مثلا یک بصر ما خیار رویت داریم یک جنس نادیده میخری وقتی که دیدی میگه برادر به صفات و ویژگی های منیز نمیخرم حقت است امام بنیفه میگفت کسایی که در کوفه خانه میخرن از بیرون که سعی کردن یا ان بگن یا نه ضرورت این است که داخل شون آشپزخانه و اتاقا رو ببینن به نفس دیدن دار یا ان بگه یا نه اختیارش تمام میشه اما شاگردایشان میگه نه اختیار تمام نمیشه داخل شون آشپزخانه تمام جایا رو ببینن فقیهان امت میگه که این فتوها به اساس عادت هاست نقشه ها در عصر امام ابی حنیفه نقشه های مشخص بود مانند شهرک یا پروژه امیری فکر میکنم تا جایی که من میدانم کاملا به یک نقشه است بیرون شدیدی میدانی که داخل چه گپ اما در جایی که نقشه ها متفاوت است باید هر کس در آیا داخل درست ببینه این تغییر فتوا به تغییر عادت عرف و انانات ملت هاست بناهن در زمانی که 20 مسقال تلا با 140 مسقال نقره واحد مساوی بود هیچ مشکلی نیست دلش از هر کسی میگیری یا در او وقت نقره و تلا پیسی و مردم بود گه فقیهان میگفتن که اگر جنس تجاری را به نقره خردی نیست از نقره بگی به تلا خردی از تلا بیگی فعلا نه به نقره می خریم نه به طلا بلکه به دلار افغانی و غیره است دلار افغانی را باز ما ناگذیر هستیم که نرخش از طلا و نقره بگیریم باز نفع فقیر را در نظر میگیریم که 200 درهم است بنا در صورت تفاوت آنچه که به نفع فقیر است متعین است اتفاقا از نقره گرفته میش اتفاقا از نقره گرفته میشه لذا نصاب نقره مدار اعتبار است آنچه که تحقیق اصولی و تخصصی در نظام افتاس امیس در او جایی که اتفاق بحر نقل کرده و حواله به نهایه و خلاصه داده که اتفاقا از نقره گرفته میشه از مکمش باز اعتراض کرده به با اعتراضش بازی نخو زیرا به پایان برو فالحاصل و فی المذهب تخییره حاصل ایست که در برداشت امامی به مخیر است مالک میلش که اصطلاح میگره و نقره اما در ادامه میگه مگر آن صورت که از یک نصاب پوره شوه از یکی نشوه اگر از نقره پوره میشد از یا عکسش دو صورت باز تکمیلی که پوره شدن حساب اونمو معین است متعین است پس به سوی اتفاق میره اینه بود خضیه که من خدمت تاننده که خواستم که شرح و بست ده هم و خاطر که موسمش از سوالی به جای بوده خیرش به هر کسی که سوال کرد الان رحم کنه برادر ما پرسان کردن که امام یک سجده انجام داده بعدا در پایان نماز سجده سو کرده آیا شد یا نشد در یک رکت یک سجده دوستای من در هر رکت نماز یک رکو و دو سجده است دقیقا که ما به سطح عالم میبینیم چنین است اما از نظر تخصص فقی حکم تکلیفی چیست گه گفته که امر بالفعل قضای تکرار نمی کند سجده فرضی یک تاست اما تحقیق است که هر دو سجده فرض است اگر به تعبیر فقیحان امام به حنیفه زیر نامی فرض عقیدوی و فرض عملی یک تعبیر است به جای خودش در غیر آن هر دو سجده فرض است یک و متصل انجام دادنشان واجب است لذا هر کسی که سهوان یک سجده انجام می دهد بلند می هر جایی که بیادش می آید متخصصان امت میگه پایان شو سجده خود انجام بد رکت دوم سیوم چهارم هر جایی که یادش میه هر جایی که یادش میه پایان شوه سجده را بکنه پس دمو نقطه بره به خاطر ازی که فرض است به ترک فرض نماز از سر خوانده میشه نه سجده سو آره اگر سجده را بعدا انجام داد از این واجب ترک شده واجب امی است که باید اردو سجده متصل می بود وقتی کرد و سجده متصل انجام نداده سجده سو لازم شد از هر نقطه که بود و پایانش شد سجده دومی را انجام داد در اخیر سجده سو کنه اگر هیچ سجده دومی را انجام نداده نماز قابل اعاده است اگر سجده دومی را انجام داد سجده سو انجام نداده هم قابل اعاده است امیدوار هستم که مطلب گرفته باشین اما یک فرقی داره در صورت ادا نکردن سجده فرض ترک شده در صورت سجده سو نکردن واجب ترک شده در هر دو صورت قابل اعاده اما در یکش به تاکید در یکش اندکی فرق دار همشیره کریمه فیضی پرسان کردن که در نمازها شک میشیم یک رکت خواندیم دو خواندیم سه در این داستان نیز از رسول گرامی هم صلی الله علیه و سلم، یک دوره چنین هدایت است که هر, هر کسی چنین شک می شود باید به با، با گمان خود پیش بره یعنی یک مقطعی بر یک دو, دو دوره سبحان الله قدر یک مکس کنه که چند است اگر اغلب گمانش آمد اگر اغلب گمان آمد اون از شروع کنه اگر اغلب گمان آمد از مو شروع کنه اگر اینکه که اغلب گمان نیامد بین دو و سه بود از دو شروع کنه بین سه و چهار بود از یقینی شروع کنه. و یگان جای فقیهان امامی ابو حنیفه سر یک جمله را من در نصوص در نیافتم چون من یک انسان با احتیاط هستم گفتن اگر اولین بار عمرش باشه نماز سر بخونه اولین بار عمرش باشه نماز سر بخونه این را من در نصوص درست به احادیث صحیحه در نیافتم روایات را که حدیث میگن مقال داشت خب به هر صورت اگر از سر میخونه خیلی گپی نازنین است افضل است ولی اصل مهم است که لا تو بطلو اعماله کن. قرآن میگه عمل باطل نکنین اگر نمیشه ما ایسر بخونیم میگه لاکنی خواندگی ما چی شد اوتر طرف قرآن میگه عمل باطل نکنین از این خاطر یا گفتم که یک اغلب گمان در نظرش بیه یا که از یقینی شروع کنه امیدوار است مطلب گرفته باش سوال دومی که جنا خواهر عزیزم انجام دادی در دا برنامه ما هم خانی نداره اینجا اسلام و زندگیس مشوره های داخله و پذیرش شاگرد و نپذیرش شاگرد و هم در شرایطی کرونایی متعلق به برنامه ما نمی باشه خواهر عزیز من می دانم خواهر مخلصه هستی همیشه در برنامه ها هستی اما به معذرت تمام معذرت ما برادرای اسلامیتان هم بپذیرین آجی قاری پرسان کردن که دخترای نامزاد اشتاد از آروپر تلا دارن آیا قربانی سرشان میشه یا نمیشه در این راستا یک بحث باید شفافتر بگم که اونیز وسیله التباس و تلبیس مخاطبان میشه ما زمانی که طلا داشته باشیم ای را از دیگه چیزی حساب نمی کنیم طلا به نام سمن خلقیس نقره به نام سمن خلقیس از روزگاری که الله آسمان و زمین آفریده طلا و نقره سمن و پیسه است از خود نصاب منسوس داره قبلا اشاره کردم 90 گرام یا 89 گرام یا 88 گرام هرچی که فقیهان اومد این عباراتشان است یعنی باید او را ما از پول نمیسنجیم که تو سی هزار تلا داشته باشی اشتاد هزار تلا داشته باشی نه خودش سمن خلقیس آب آمد تیمون برخواست تلا و نو... چی کلدار و افغانی وقت سمن است که در مقابل اجناس باش در مقابل تلا و نقره که قرار داده شود، خودی تلا و نقره سمن و پیسه است لذا اونو او با تلایی که اشتاد هزار داره به او نمیشه سر از قربانی لازم نمیشه از نظر تحقیق علمی به برداشت امام ابی حنیفه رحمت الله علیه البته این برداشت های مشتهدین متفاوت است لذا هم نصاب خودش پوره کنه آره اگر با غیر از طلا و نقره اجناس داره چقدر اجناسی داشته باشه که سرش قربانی لازم میشه دختر نامزاد اون پیشتر اشاره کردم که تخمینا 37000 افغانی به آن هم نرخ بازرگر معلوم است که ما به با, با دقت چیزی را فعلا نمیفهم و دومین سوال شما که یگان برادر خانم, خانم خود آجی بی بی بی, بی میگه در اینجا کدام اشکال زهار طلاق هیچ چیزی نمی آیا. اگر دقیقا حج رفته خویج اشکال نداره یگان تا مانند اصطلاح ایرانیا آجی خانم میگن اشکال علمی و تخنیکی نداره سوال دیگری بود که خانم کسی شیر خود به گلاس دوشیده مانده شوهر آمده ماشاءالله خیال شیرچای کرده یک بالا کرده پیاله ره. از او تناول کرده چی میشه؟ آلی تشویش عزیز که ما بچه زنم نشده باشم نه در اسلام عزیز از هر چیز از خود یک اصول یک برنامه داره او شیری که رضاعت ثابت میشه عمر کار داره تا دو سالگی در قول مفتابهی و در یک روایت تا دو سال یعنی تا دو سال قمری را وقتی که از او تیر شد که آلی شوهر ماشاءالله بچه دار و زندار است نهایتا از الله خود معافی بخواید ولی رضاعت ثابت نمیشه سال کردن که یک زمین قباله داره 64 سال میگذرد و کسی آمده میگه من این زمین حق دارم در قدم اول از بحث افتا بر آمده بحث افتا قانون شمیز که الحق و ابدیون لا یسقط الا بی شرعیین آنچه که حق است او ساقط نمیشه که 100 سالم تیر شود اما در نظام قضایی به خاطر جلوگیری از جل، تزویر، دروغ، نیرنگ اصول خود می داشته باشند لطفا از افتاد خلاص شدن شما به قضا میره طلاق در حال غضب واقع میشه یا نمیشه در این راستا فقهان امت حافظ ابن قیم جوزیه رحمت الله به نقل از او جناب ابن عابدین شامی بحث های علمی دارند اما یک بحثی که مورا به شما اشاره میکنم امیس در جامعه ما بیشترین موارد امیس که انسان غصه میشه طلاق میکنه به خوشی خو کس طلاق نمیکنه بسیار کم بنان طلاق در حال غضب خوشی کاملا واقع میشه لیکن او تقسیم غضب از آدرس رسانه نمیشه میشه که اگر با نزدیک بیاین یا هم نزدیک یک عالم برین او را از نزدیک انسان شرح و بیان و شبک این غذابای معمولی کاملا طلاقشان واقع میشه این را از قرائنی گرفته شده که حتی بعضی مورد بدون نیت در الفاظ کنایی هم از نظر قضایی واقع میشه او گپی جداست به هر صورت به های معمولی که ما در دنیا میبینیم طلاق واقع میشه برادر ما پرسان کردن که ملائک همزمان پیدا شده ملائک چی وقت میماره همزمان میماره ما در این راستا گفتم گپ گفت میزنم صدا را انعکاس نشد و مطلب نگرفت در نظام اصول تخصص افتا ما یک اصل داریم حکم تکلیفی افتا چیست بعد از آن بیان میکنن که در فلان 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 مورد فتوا دادن سر مفتی فرض میش در فلان فلان مورد حرام میش بعد از آن گفته شده که در بعض موارد مفتی حق داره بگه من مسئله تا جواب نمید چرا؟ در معرفت هر مسئله حافظ ابن عابدین محقق ابن عابدین شامی رحمت الله و امام قرافی یک شخصیت مهم در اصول تخصص عالمی هست اینا میگن مواردی هست که نباید فتوا داده شو بسیار زیاد است اسماعیل بهتر است یا اسحاق اسماعیل زبیه یا اسحاق نماز شام چرا سه رکت است نماز صبح چرا درکت رکت است ملک چی وقت پیدا شده چی وقت میمره همزمان میمره یا پراگنده این سوالای هست که در معرفتش هیچ سود عملی دیده نمیشه در این باب فقهان امت میگه برش بگو اشتغل به امور صلاتک اشتغل به معاملاتیک اگر تو زمیندار استی قواعد فقه اسلامی متعلق به زمین بیاموز اگر دکاندار استی قواعد اقتصاد اسلامی را بیاموز اگر رمدار هستی قواعد اجارداری را بیاموز یعنی هر بخشی را که کار میکنی ضرورت های زندگی بیاموز چی فایده میکنه که ملک چی وقت میمره چی وقت تو را دیگه گپ چی مونده گپ مفت هم مصرف تلفونت هم وقت دیگرا را میگیری هم به اصول تخصص برابر نیست ما صدای مرا که نشنیدی برادر عزیزم از ما خفه نشو ما از تو یک پرسان کدم که در جای اتحیات فاتحه خوندی در جای فاتحه اتحیات خوندی آیا سجده سو میشه نمیش اونو مرده کی بیچاره دیگه که سجده را یک تا کده و با سجده سو کده خیالش که نمازم شده فکر کنم یگان وقت که با صورتهای معمولی اوزو هم شکسته شو سجده سو میکنن که شده دیگه امو قصه یک برادر یادم آمد گفت با به گفتم که یاره زماله نظر ته بده شیخ الحدیث نه هم پورته او لوی عالمي گفتم تو شیخ الحدیث اکدام خوب کله عالمستی میګه خانوم گفت څنګه چې تو ما شیخ الحدیث خوب عالم است میګه برش گفتم چې گفتم ما خپل ژوند کې حافظان او خل شیخان او پسې منز کړه د سجدې ساو کړي یګون وخت ما پښتي بزرګان کې نماز خونډیم سجدې ساوم کدان ته اتلس کال کیږي زما خځه لیکن سجدې ساو د تا ما نه دلیدلې سجی سبی تو رو سال ندیدم خانم برم گفت و شوهر سجی سبی چی است؟ اینمی وضعیت است که در وطن هنوز به سجده سا آشنایی نداریم به فرایض زندگی نماز روزه حج قایده زنانه به این آشنایی نداریم حلال و حرام نمیفهمیم رفتیم سراغ که چند کیافردی اموری غیبی هست از دیدی چشم و حواس و قلب بیرون است تا چیزی را که الله در قرآن در حدیث نگفته باشه اوجه از او گپ زدن رجم بالغیب است هیچ گپی مفت از سر از دیگه وقت مصرف نکو برادر عزیزم و این توصیه های مرا عقده نگیری زیرا این تصفیه ای اصلی تصفیه شده بود که به تو عرض کردم دین و نصیحه دین خیرخواهی است به خیر شما همی بود که من گفتم الله رب رحم و کرم به همه منو و شما بفرماید عزیزان من و دیگه گفت که خواب حضور یا یعنی خواهی باسا خود دور از خلاصه مطلب همیست خواب یا داخل نماز است یا بیرون نماز اگر خواب در داخل نماز باشه در قیام در رکوع در سجده در قعده وضو نمیشکنه مگر که انسان چپنش اگر که خواب بیرون نماز باشه، به زمین نشسته مقعد به زمین است در بخاری و کتاب های حدیث میاد صحابه به همون تو وضعیت خواب می رفتن و سرشان تو تکان می پایان میشد اما بدون وضو نماز می خوندن. ولی بیرون نماز که خواب به با تکیه باشه دیگه به با با پشت افتیده به روی افتیده اینا که خواب میره وضویشون میشکنه فقط همون ای که به زمین نشسته سو چپنه شده او خوابش نمیشکنه نماز پیشین همین او کنون به سه وجه خواندن بله میشه میشه و باقی آمدیم گفت که ویتر چرا در رمضان به جماعت میخونه گرچه ما ایره سالها گفتیم با آن هم پیشنیادم به این برادر ما ممیست که پشتی چرا نگرد گیر که در کجا جماعت از خلاص چرایش او سوک گپای ضروری را یاد بگی سنت در خانه میخونیم میاییم در مسجد آیا حق داریم که تحییه مسجد بخونیم اشکال علمی نداره میتونین حق تانست بخونیم پر دندان آیا روزه را میده میکنه یعنی خوب بود که در رمضان پرسان میکدی روزه به چیزی که از بیرون به داخل میره میده میشه استثناء از زنانی که قایده و نفسا میشه نو است ولی وقتی که دندان پر میشه ببینیم چی چیز داخل میره اگر میرفت اونو معیده میشه اگر نمیرفت نیم فارسی گفته کدام تفسیر خوب است معرف القرآن تفسیر کابلی همی تفسیرهای خوبی هست شما میتونین بگیرین مطالق باقی آمدیم که پرسان کردن که قربانی قربانی بالای ما لازم است ولی پدر و مادر میگه از طرف ما بکن نه خیر ای گب نیست مثل یک نفر فرض ترک کرده باشه نفل انجام بده واجب ترک کرده باشه سنت انجام بده سنت معکده را ترک کرده نفل انجام بده ای صحیح نیست باقی وقتی که قربانی زب همیشه قربانی که زب همیشه گوشتش به هر آن کسی داده باشی میتانی اشکال علمی ندارم میتونین به پدرت به مادرت به هر کسی اما قبلا قرارداد نکو که قربانی را گوشت شغیر در تو میتون ای کار نکو سبحانک اللهم و بحمدک نشهد و لا اله الان ان و نتوب ایلیک الله رب و باز هم پیشنهاد میکنم اتحاد وحدت امن و امان برادری و مندی به عالم اسلامی و به افغان ها نصیب بگردان و بیمارا را در جهان اسلام خصوصا در افغانستان از نعمت صحت برخوردار بگردانه و نسل جوان خواهران و مادران و ما که در هر گوشه دنیا هستند در امان خود نگه داشته باش مجریان برنامه و مدیران برنامه ما را هم الله در اردو دنیا سرفراز داشته باشه علمای بزرگ و دانشمندانی که در نواد به این طرف از دنیا رفتن الله برزخی نورانی نصیبش بگردانه خصوصا عثمانی ما را الله جنت فردوس نصیبش بگردانه بازمانده را زوری زوری ما را طیبه بگردانه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته